صدبر سلام برادرخاله عزیز امیدان عزیز یک زنده یه کلیسای زنده یک کلیسای یک کلیسای هست که کلیسای نبوتی یعنی کلیسای هست که نگاه میکنه به آینده آینده یعنی خدا چه برنامه‌ای داره چه کارهایی میخواد انجام بده ما بعضی وقت هست که یه جوری عادت میکنیم زمانی که ما ایمان میاریم به عیسی مسیح نجات پیدا میکنیم فقط دو سه تا چیزایی هستن که میگیم باشه که ما باید آن رشد کنیم و ما باید الان شاگردسازی سازی کنیم یا ما اول باید شاگرد بشیم و شاگرد سازی کنیم و همینطور هم بریم بشارت بدیم افراد رو نجات بدیم این چیزایی که حقیقت هایی هست که درستی هست فقط یک کلیسای کلیسای زنده یک کلیسای نباوتی باید باشه که بتونه به آینده نگاه کنه به آینده نه اینطوری ما بعد از یک سال بلکه مثلا بعد از پنج سال ده سال یا پونزده سال چه کارهایی که میخواد خدا میخواد انجام بده و در عط عتیق ما آنجا آشنا هستیم با یه خدایی که هر نقشه که داره هر کاری که میخواد بکنه به نبی های خودش رو میگه و این نبی ها شروع میکنن اول اعلام کردن حتی چیزهای منفی چیزهای قطعی که مثلا خدا میخواست به این دنیا بیاره و خدا خدایی هست که میخواست فکر خودش و نقشه های خودش به کلیسا منتقل کنه که آگاه باشیم چون بعضی وقت هست که یه هر رو روی یک مشکلی میشیم یه بلایی میشیم یه چیزی از, از این شوکه میشیم میبینید چه اتفاقی افتاده و اینجاست که خیلی مهمه که همینطور که ما در حال رشد کردن هستیم و شاگرد شدن هستیم و خادم شدن هستیم هم این از این عطاهایی که خداوند به کلیسا بخشیده از این استفاده کنیم چون افرادی هستم مطمئن هستم توی کلیسا عطای نبوت رو دارن عطای کلام علم کلام حکمت رو دارن که بتونن به آینده نگاه کنن ببینن که خدا چه کارایی میکنه مخصوصا در این زمانی که ما زندگی میکنیم و خودتونم الان آگاه هستین که چطور از یک نمیخوام بگم یک روز به یک روز به حال تقریبا یک ماه, یک ماه یا دو ماه طول کشید یهو همه چیز فز عوض شد و هیچ کسی فکر میکنم نمیدونه چه اتفاقی یعنی سال گذشته 2019 هیچ موقع هیچ کسی نمیتونست بگه که در 2020 چه اتفاقی خواهد افتاد به این خاطر برای ما همینطور هم یه جوری سخت بود که ببینیم که الان چه اتفاقی افتاده و الان حال نه فقط با فکرهای خدا آشنا بشیم برای آینده بلکه همینطورم. هم هم, هم که با فکر خدا آشنا بشیم پس میبینیم چشمامون روشن بازه که ببینیم که کار شیطان چیه در این دنیا کدوم مسیر شیطان میخواد ما رو هدایت کنه خیلی مهم عزیزان چون کار شیطان نابود کردن باطل کردن یا خراب کردن ملکوت خدا ملکوت خدا یعنی منظور اینه که ما هستیم کلیساست ما نماینده خدا در این دنیا هستیم ما سفارت خدا سفارت پادشاهی خدا در این دنیا هستیم سفیران خدا هستیم به اندازه کافی ما اینو موعظه کردیم صحبت کردیم که ببینیم که ما یک ماموریتی در این دنیا داریم فقط نجات یافتگان نیستیم که الان نشستیم روی صندلی هامون گرم می‌کنیم و توی کاناپه های خودمون که منتظر هستیم یک روز عیسی مسیح بیاد ما رو برداره این دید درست نیست به این خاطر خدا دائما می‌خواد با ما صحبت کنه و همینطورم هم الانم هم نگاه می‌کنیم در این زمان میبینیم که چطور آه چطور آه با این اتفاقاتی که افتاده چطور کار شیطان هم اینه که این دنیا رو زیر کنترل خودش بیاره من فکر میکنم ما تو کلیس تو ایران هم زندگی نمی‌کنیم تو ایران بر حال محمدی محدود بود این دشمن رو به روی ما بود و تو آلمان معمولا ما آزاد هستیم میتونیم بیاین کلیسا میتونیم کتاب مقدس بخونیم همه کارا رو میتونیم اینجا انجام بدیم توی دنیای یا کشور دموکراتی هستیم هیچ موقع فکر نمی کردی دولت بیاد بگه که اجازه نمیدیم نه... برین کلیسا اجازه نمیدیم مثلا برین توی مغازه خرید کنین اجازه نمیدیم و اونجا قانونای خودش نوردم همه ما اول خود آلمانی هم شوکه شدن و خیلی اصلا اعتراض میکنن که می ما آزادی ما رو ورداشتیم الان باید اینطوری نگاه کنیم شاید این زمان بگذاره الان طول میکشه تا آخر سال طول میکشه فقط یه کاری که کار شیطان که انجام میده در این دنیا استراتژی خودش ترسه به وسیله ترس میخواد چه کار کنه دنیا رو زیر تسلط خودش بیاره باور میکنین الان نگاه میکنیم یه چیزی جهانی اتفاق افتاده در این دنیا نه یه کشوری بود یه زمانی بود که یک ویروسی بود توی کشور و الان این کشور و الان چیزهای زمان سختی میگذاروند و همینطور ده میلیون نفر یا چند میلیون نفر کشته میشدند بعد الان یه چیزی جهانی اتفاق افتاده که تمام سیاست و همینطور هم تمام اقتصاد دنیا به هم خورده و از این دید نگاه میکنه میبینید که پس اینجا کار شیطان چیه؟ کار شیطان اینه که میخواد این دنیا رو کنترل کنه افراد رو دون... کنترل کنه به وسیله چی؟ به وسیله ترس الان ما میگیم که شاید افرادی هم میگن که خب یه جوری هم برداشتی میشه یه جوری هم یه روز هم دوباره همه چی برمیگردیم به گذشته فقط این دی این ای ترس در انسان میمونه یه تجربه ای هست که در ما میمونه ما روبروی یک روی شدیم که ترس به وجود آورده و هیچ کسی هم نمیتونه کنترل کنه یک شخصی پشتش نیست بلکه یک ویروسی هست هیچ کسی نمیتونه کنترل کنه به این خاطر الان کار شیطان روش شیطان رو اگه دقت کنیم اینه که یک اتفاقی میفته یه ترسی به وجود میاره بعد این توی دی ای ما تاثیر میذاره بعد از یک مدت یه چند تا بلاهایی بیان دیگه برای ما عادت میشه متوجه هستین الان نگاه کنید تقریبا پنجاه سال پیش یا شست هفتاد سال پیش زمانی که, در زمانی که مثال میگم روزنامه هایی که نگاه کنیم اون موقع این دوباره خ... این مال خودمونه یا مال یا باشه که باید تحمل کنیم این اه... کجا بودم آها یا مثلا 20 سال 30 سال پیش در مورد سکس اصلا روزنامه های وجود نداشته بود ند... نبودن که مثلا پر از سکس باشه الان خیلی چیزهای عادی شده چند سال پیش اصلا 20 <تصفح> سال پیش 30 سال پیش در مورد همجنس بازها دیگه اون موقع اصلا اجازه نبود فقط یواش 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 قانون عوض شد عوض شد نه فقط الان که دیگه باز هر کسی دوست داره هر کاری میخواد انجام بده بلکه عادت شده در زندگی ما بچه‌هامون اینطوری بزرگ میشن و خیلی نرمال نگاه میکنن میگن این چیز نرماله و حتی هم الان نگاه میکنیم میبینیم که ما هم همینطور اه 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 چیز همجنس هم جنس اجازه داده شده که ازدواج کنه یه چیزی بود پنجاه سال پیش هشتاد سال پیش اصلا غیر قابل تصور بود چون الان معادت کردیم نه؟ همینطور هم با این ترسایی که الان خواهد آمد تو این دنیا این شیطان ما رو عادت به عادت میندازه و دی این ای ما قرار میگیره بعد از یک مدت نرمال میشه الان جالب که زمانی که با نسلین رفتیم توی همینطور مرکه به دیدیم که الان تمام این چی میگم؟ ماسک ها چه ماسک مدل هایی به وجود آمده چه گفتم ای خدا زود همه چی هم مودل میکنیم یه کارایی میکنیم یه نقشه میکشیم که الان حتی میتونم بگم یه چیز یه چیزی هم مودی هم به وجود آمده ما میخندیم فقط کار شیطان اینه که اینطوری ما رو فریب بزنه که عادت کنیم بعد از یک مدت یواش یواش وارد میشه زمان قسمت های دیگه وارد میشه توی دنیا دیگه ما چون و ما و همینطور بچه دیگه عادت کردن دیگه اتوماتیک توی دام شیطان میفتیم میدونی که زمانی که یک خوش خوش چی میگن؟ قورباغه رو میخوای بپذی همینطور نمی کشی و بندازی بلکه توی آب گیولر اونجا میذاری و اونجا یواش حرارتش زیاد میکنه خودش میگه آ چقدر عالیه چقدر یه سکته قلب میکنه میمیره خودش هم همینطور هم هست که اینطوری شنا میکنه اینطوری میمیره و هم همینطور این دنیا این کار هم کنه حرارتش یواش زیادتر میکنه زیادتر می‌کنه، آخرش هم چشمت باز میکنی میبینی که تو جهنم هستیم. <applause> و الان هم این قانونهایی که آمدن واقعاً باید واقعاً ما باید اطاعت کنیم الان میبینی که چند تا هم اطاعت نکردن الان اونجا ویروس هایی که هست که پرورش پیدا کردن <applause> ما باید اطاعت کنیم آزاد نیستیم دیگه عزیزان و به این خاطر یه روزی یواش یواش هم عادت خواهد شد برادر خواری که ما توی ایران داریم اونجا و کشورهایی که اونجا اسلام حکومت میکنه اوکی تو این تجربه هستن اینطوری زندگی میکنن یعنی تو ترس ترس منظور من تو این فشارا زندگی میکنن و خیلی هستن که تو ایران زمانی که متوجه میشن که مسیح هستن از از, از, کار از کارشون چیز میگن اخراج میکنن و اونجا درد های زیادی میکشن اونا عادت کردن فقط ما الان چون توی کشور آزاد هستیم هنوز برای ما خیلی چیز خیلی چیز تازه ای هست برال به دلایل امنیتی باید از قانون های دولت پیروی کنیم یا اطاعت کنیم و تسلیم بشیم این الان در حال حاضر که ما اینجا هستیم فقط حال به این خاطر گفتم که عزیزان ما باید که طبق کلام خودم میگه که ما مثل مار باید هوشیار باشیم مثل یک کبوتر باید ساده دل باشیم یعنی ما باید به حال باید ببینیم که چه اتفاقی میفته کار شیطان چیه <applause> زمانی که من متوجه شدم الان توی این راه الان حداقل ده تا دام هایی هست که شیطان اونجا انداخته پس سعی میکنم مسیرم یا عوض کنم یا برای با دقت جلو برم و همینطور هم تو پتروس هم اونجا میگه که هوشیار و بیدار باشید که زیرا که دشمن دشمن دشمن, دشمن شما دشمن ما ابلیس مانند شیر قرآن گردش می کند و کسی را می, تل... می... می تا ببلد پس به ایمان استوار شده با او مقاومت کنید این چیزهایی هست که توی چند آیاتی هم که این الان تو احتیاج داری؟ کت منه؟ اگر مشکل کت منه کت منم برمیدارم الان کتب من نباشه بعد از این پیران ما باید من دیگه همه خب اینجا روی شلوارم اونجا آویزون آخر یه همینطور که گفته پس به ایمان استوار شده با او یعنی با ابلیس شیطان مقاومت کنیم یک چیزی که توی من چند مدتی است که الان متوجه شدین از موعظه من متوجه شدین خیلی <تصفح> توی کتاب مکاشفه هستم و میرم میام و کتاب های هست مشکل, مشکل چیز نبود؟ <تصفح> اوکی ایب نداره الان تمرکز کنیم و از موعظه متوجه میشین که بیشتر در مورد زمان آخر صحبت می‌کنم در مورد هوشیار بودن در مورد مکاشفه قسمت هایی که هست کتاب مکاشفه هست هفته گذشته نسیم بود در مورد مکاشفه باب سه که صحبت کرد که در مورد کلیسای پرگامون صحبت کرد و اونجا گفته که همینطور هر که غلبی آید و من رفتم توی کتاب مقدس و همینطور هم نگاه کردم به غلبه توی این چند مدتی است که این کلام غلبه خیلی برای من چی شده جلوی چشمم غراف گرفته مثل اینکه که خدا این کلام رو اوورده جلوی چشم من و میگه که نگاه کن این پیامی هست که الان در حال حاضر مهمه برای کلیسا <applause> و رفتم مطالعه کردم و دیدم که توی کتاب مقدس یا تو عهد جدید 23 بار در مورد غلبه صحبت میکنه کلام غلبه و از 23 بار 14 بار در کتاب مکاشفه هست یعنی بیشترین چیزی که نوشته شده در مورد غل هرکی غلبه یا بعد در کتاب مکاشفه هست و جالبش اینه که نگاه کردم دیدم که در عط عتیق یک کلامی در مورد غلبی ننوشته شده چرا؟ چون اونا روح خدا رو ندارن روح القدس رو درونش در نداشتن اونجا خدا کار میکرد پیروزی ها رو خدا می فقط الان زمانی که خدا قیام کرده از مردگان و روح خودش رو فرستاده و الان ما در پنتیکاس زندگی میکنیم الان قدرت روح قرار گرفته الان ما میتونیم غلبه بیابیم و برای تصادفی نیست که اونجا چارده بار یعنی زیادترین چیزی که در مورد غلبه نوشته شده همون توی کتاب مکاشفه هست که در مورد قدرت خدا صحبت میکنه و همینطورم کارهایی که ایماندارها باید انجام بدن خود عیسی مسیح در, در یوحنا 16 آیه 33 میگه که در جهان برای شما زحمت خواهد شد یعنی دردهایی خواهند آمد مشکلهایی خواهند آمد یا و, و, میگه که و الان خاطر جمع دارید زیرا که من بر جهان غلبه شدم پس اولین چیزی که در مورد غلبه صحبت میکنه میگه خود من غلبه یافتم روی تمام نیروهای تاریکی شیطان وسوسه و هر چیزی که وجود داره من پیروزمند شدن غلبه شدن یعنی روی این،, این،, این مشکلی که هست تو حکومت میکنی یا تسلط پیدا میکنی بعضی وقت در مورد پیروزی صحبت میکنی مثل اینکه پیروزی هست که یک پیروزی به دست بیاریم زمانی که غلبه یافتیم یعنی واقعا دیگه همه چی رو نابود کردیم و پیروزمند بیرون آمدیم یا و اینجا عیسی مسیح خودش در موردش صحبت میکنه بگه خاطر باشین راحت باشین الان از این به بعد چون شاگردانش هنوز نمیدونستم، میگن که روح خدا خواهد آمد و همون روحی که الان در منه که غلبه یافته پیروزمند شده الان این روح خواهد آمد در شما که شما هم همینطور بتونید غلبه بیابین روی هر مشکل هر فشار هر وسوسه هر چیزهایی که در این دنیا هستند ما جلوی خداوند یک روز خواهیم ایستاد دیگه بهانه ای نداریم بگیم که من نمیتونستم من ضعیف بودم من این بودم اون بودم گوش میکنیم برادر خاره عزیز همینطورم شما بینندگان عزیز بهانه دیگه نداریم چون اون موقع خدا میخواهد گفت که همه چی رو به تو دادم قدرت قیامت رو به تو دادم تو میتونستی روی هر مشکل هر وسوسه هر بلایی که در این دنیا هست میتونی غلبه بیابی همینطورم هم در یوحنا با به پنج آیه چار تا پنج اینجا میگه که زیرا هر که از خدا زاده شده شده است بر دنیا غلبه میابد اگر تولد تازه رو دارین کلام خدا میگه یا از خدا زاده شدی از روح خدا چیز متولد شدی بر دنیا غلبه یابید میابید و هم در رومیان و به هشت رای سی و هفت میگه که بلکه در همین این امور, از حد زیادتر مسترب یعنی غلبه یافته ایم به وصلی او که ما رو محبت کرد چی؟ نصرت. نصرت زیاده نصرت یافتیم یا بلکه در همه این امور از حد زیاد زیاده نصرت یا غلبه یافتیم به وسیله او که ما رو محبت زیادتر یعنی حتی بیشتر یعنی یه چیزی هست که یه قدرتی هست که ما رو میتونه در همه مشکلات میتونیم واقعا پیروزمند بیرون بیاییم اینجا من فکر میکنم به اندازه کافی اینم خودی تو هم خوندین ما بعضی وقت ما میخونیم فقط این کلام رو برای خودمون ور نمیداریم همینطور تو خلا متاسفانه تو خلای زندگی می سعی می کنیم با قدرت خودمون مشکلات خودمون رو حل کنیم حتی در اول یوحنا اول یوحنا باب دو آیه 13 و 14 که مخصوصا برای جوانان هم اینجا نوشته امیدانم هم امروزم هم که اینجا اومدم گفتم چقدر اینجا بیشا میخوره ای جوانان شما به شما نوشتم زیرا توانمندید توانمندید فکرتون روشنه و کلام خدا در شما ساکن است به این خاطر دائما به شما میگیم کلام بخونید و کلام خدا در شما ساکن است و بر آن شریر غلبه یافته اید ای جوانان امیدان عزیز که اینجا نشستین محسن خدا اینطوری میگه برای پدران یه چیزی یه میگه که میگه که شما خدا رو شناختید و الان اینجا به جوانان اینجا, می اینجا در موردش صحبت میکنه که میگه که رازی توانمندید و کلام خدا در شما ساکن است و بر آن یعنی بر تمام چیزهایی که شریر در این دنیا ضد تو خواهد آمد غلبه یافته اید این زندگی ماست این روش زندگی ماست این ایست ماست ایست میگن نه؟ ایستا ایستن جایگاه ماست با این دید باید زندگی کنیم و همینطور هم در یوحنا باب 4 آیه 4 ای ای میگه که شما ای فرزندان ایلانو به همه میگه فرزند از خدا هستید و بر آنها غلبه یافتید زیرا که آن که در شماست از آن که در دنیاست بزرگتر است این تمام هایی است که من فکر میکنم همه ما از حفظ حفظم, حفظم بلد هستیم نه همه چی رو اعلام می او که در بره قوی تر از این دنیا هاللویا جلال برنامه یه مو بعد از این یه موشی میاد اونجا زود همه چی رو میندازیم پایین فرار میکنیم و شروع میکنیم دعا کنیم دعا کن خداوند دعا کن پاستور یا رحمت من واقعا توی مشکل آقر خدا میگه که برخیست اون که در توست الان استفاده کن تو میتونی غلبه بیابی یا؟ این چیزایی هست که ما در این زمان شاید هنوز بازی کردیم شاید هنوز خودمون رو قایم کردین شاید هنوز زندگی خودمون زندگی شخصی خودمون بیشتر بیشتر تمرکز کردیم از اینکه در زندگی روحانی فقط الان یک زمانی هست به این خاطر میگم زمانی هست که الان خدا میگه که باید یواش یواش برخیزین و روی همه مشکلات غلبه بیابین قدرت خدا در شماست باور میکنین زمانی که در مورد پنتیکاست صحبت میکنیم بعض بعضی وقت همینطور فقط میگیم که خدا من بیا منو پر کن ما رو منو نمیدونم لبریز کنی اینا کن. کن. بعد از این خدا میگه که برای چی لبریز کنم برای چی این کار رو انجام بدم چی میخوایی دنبال چه چیزی هستی و پنتیکاست مخصوصا آمده که از ما قهرمانایی بسازه از ما غالبان میگن غالبان غالبان بسازه بدون پنتیکاست نمیتونی غلبه بیابی میدونی؟ متوجه شدیم بدون پنتیکاس نمیتونیم این پنتیکاس آمده که ما روی هر مشکل روی هر فشار و تمام روحهای شریر غلبه بیابیم و اینو باید استفاده کنیم در این زمان آخر برادر خواهر عزیز اگه هوشیار نباشین شیطان دامهای خودش رو اونجا گذاشته و هوشیار نباشین بیدار نباشیم تو این دامهای او خواهیم افتاد و خودمون متوجه نخواهیم شد همینطور که گفتم در مورد مکاش... کتاب مکاشفه الان میخوایم یک کم پرواز کنیم دوست داریم به پنک یک کم پرواز کنیم بریم تو آسمون ببینیم که مثلا در در ابدیت یا در زمانی که الان عیسی الان حکومت میکنه الان توی آسمون حکومت میکنه در آسمون سوم آسمون دوم اونجا شیطانی که اینجا حکومت میکنه میخوایم الان ببینیم که این ایماندارایی که غلبه یافتن گوش میکنین این ایماندارایی که غلبه یافتن تو کتاب مقدس تو مکاشفه نوشته شده کیا خواهند بود یعنی تو اینطوری میتونم بگم مثل اینکه تو میتونی الان با این آیه ها به آینده تو نگاه کنی یا؟ پوری میتونی الان چیز کنی و بگی که آخر کجا خواهم بود یا؟ در کتاب, مکاشفه هم اینجا خیلی زیاد در مورد تخت خدا صحبت میکنه که چطور ما جلوی تخت خدا ایستادیم در مکاشفه باب هفت آیه نه و ده اینجا در مورد ایماندارهایی صحبت میکنه که یک زمان همه این ایماندارا کلا ایماندارهایی که هستن که غلبه یافتن اینا به حضور خداوند اونجا جمع خواهد و اینجا اول توضیح میگه که باب هفت آیه نه و ده باشه من سعی میکنم خودم بخونم اینک جماعت عظیم از هر ملت و قبیله و قوم و زبان پیش روی خود دیدم که هیچ کس آنها را نمیتواند شمرد یا شمرده کند و همه پیش تخت و در پیشگاه بره ایستاده بودند تخت و برای خدا اونجا ایستاده بودن همگان ردای سفید بر تن داشتند و شاخه‌های نخل به دست آنها به بانگ بلند ندا میدادند میگفتند نجات از آن خدای ماست این صحنه رو فقط نگاه کنید یک عده زیادی هست میگه که نمیش نمیتونستیم بشمریم اونقدر تعداد زیاد بود جلوی تخت خدا و همینطور هم بره ایستاده بودن و با صدای بلند همینطور پرستش یا اعلام میکردن و همینطور در دستش این چی بود؟ شاخه نخ که نشانه چیه؟ نشانه پیروزی هست که اونجا ایستاده بودن و همینطور اعلام میکردن و یوحنا این تصویر رو دید بعد از این اونجا 24 تا پیران بودن یه از این پیران آمد به یوحنا گفته که میدونی اینا کی هستن؟ یوحنا گفته که من نمیدونم کی هستن بعد از اینجا توضیح میده در ادامه شد آیه 14 و تا 17 و میگه که اینک همان کسانی که از غذب عظیم در و رداهای خود را در خون بره شستند و سفید کردند به این خاطر اینا در پیشگاه تخت خداوند به شبانه روز او رو در معبد خدمت میکنند با آن تخت نشین خیمه خود را بر آنها میگستراند پس میگه که اونا کی هستند؟ این افرادی که جلوی خدا اینجا پرستش میکنه شوق گذاری میکنه با با یک, با یک شاخه نخل در دستشون اینجا توضیح میده میگه که اونایی هستن که از غضب عظیم در بستن. یعنی مشکلایی که آمد فشارای در مورد سه سال و نیم آینده دجال صحبت نمیکنه. این اصلا کلا در مورد این تمام جفاهایی که در این دنیا بود از اول این جفاها بود خیلی هستن که کشته شدن خیلی هستن به خاطر نام عیسی مسیح به هر تو زندان افتادن و امین موندن وفادار موندن یا و اینجا در موردش این صحبت میکنه و میگه که از غضب عظیم در اند و ردای خود را در خون بر شستند سفید کرده یعنی افرادی هستن که روی خودشون کار کردن تمام فشارهایی که رویشون آمد تمام حمله هایی که آمد تمام دجال هایی میتونم بگم تمام ضد مسیح هایی آمدن فرقه هایی آمدن امپراتور روم بود و هر کسی که آمد میتونستن قلبه بیابن هم زمانم ردای خودشون رو با خون برش هستن این افراد هستند که جلوی تخت عیسی مسیح اونجا نشستن با همون با پرستش و همینطور هم با همینطور که خوندیم با شاخه نخل در دستشون و زمانی که میگم که بریم, با بریم تو آسمون نگاه کنیم آینده ما چون خیلی مهمه که ما بدونیم که الان ما جز این افرادی هستیم اونجا یا نیستیم این یه تعلیمی نیست که آخر بگم که آها من همه چی رو خوب فهمیدم الان میدونم در باب این نینا نوشته در باب این اینو نوشته در باب این مهم اینه که آیا تو جز این افراد عظیمی تو هستی اونجا یا نه و خداوندم در عتیق هم در مورد محصولی که صحبت میکنه میبینیم که سه تا محصول های مص... چیز هستن مص... های مختلف هستن یه دونه هست که نوبره یه دونه هست که مسئول اولی اوله که جمعیت بزرگی است و یک محصولی است که آخره و همینطور هم خدا اینطوری در این زمان آخر اینطوری صحبت میکنه که یک عده نوبر خواهم بود و اینو در در مکاشفه باب چارده آیه سه تا پنج اگر نسیم میتونی تو بخونی اینجا من گیر میکنم بعضی و در حضور تخت و چهار حیوان و پیران سرودی جدید میسرایند و هیچ کس نتوانست سرود را بیاموزد جز آن صد و چهل و چهار هزار که از جهان خریده شده بودند اینانند آنانی که با زنان آلوده نشدند زیرا که باکره هستند و آنانی که بره را به هر کجا می رود متابعت می کنند و از میان مردم خریده شدند تا نوبر برای خدا و بره باشد و در دهان ایشان دروغی یافت نشد زیرا که بی عیب هستند آمین یعنی واقعا زمانی که این کلام رو میخونیم من نمیتونم اینو فقط بخونم بگم آها آها اینا هستم بلکه میخوام نگاه کنم من تو این جمعیت هستم یا نه میگه که این نوبر هستند یعنی اولین مسئولی هست که به حضور خداوند میاد و اینجا در موردش صحبت میکنه و اون میگه که کسانی که خود را آلوده زنان نساختن زیرا که باکره هستن اینجا در مورد برحال مردها صحبت نمیکنه یا همینطور هم در مورد این ده تا باکره صحبت میکنیم ده تا باکره مر... چیز نیستن مثلا زنان نیستن اینا عده ای ایماندارا هستن و اینجا در مورد صحبت نمیکنه و خودشو با زن با چیز با زنان آلوده نساختن معنیش بیتر اینه که سازش با دنیا با بوتهای این دنیا نکردن باکره موندن یعنی پاک موندن یعنی قلب خودش رو پاک ساختن سازش با دنیا نکردن خودشون جدا کردن در این زمانی که ما زندگی میکنیم دیگه میبینیم که اصلا دیگه سکس قبل از ازدواج چیزی نرمالی شده ما خیلی چیز عادی شده و اینجاست که ما زمانی که ما مسیحی ها شروع می کنیم طبق روش های دنیا زندگی کردن و همینطور مخصوصا جوانهایی جوانایی که اینجا شما هستین اینجا نوجوانان یا و با فکر خودمون میگیم دنیا اینطوری میکنه دیگه چرا من نکنم و اینجاست که باید نگاه کنیم چقدر واقعا زندگی خودت و فکرهای خودت و قلب خودت و پاک نگه میداریم و زمانی که اینو میخونم میگم خداوند پس این افراد کی هستن و بعد از این مقایزه میکنم با خودم میگم من این هستم من یک روز خودم رو اونجا میبینم یا نه ربطی هم نداره که شبان هستم شبان نیستم ربطی به مقام نیست ربطی هم به خدمتم نیست کسانی که زیادتر خدمت کردن کارهای عظیمی کردن اینا هستن نه اینجا در موردش که صحبت میکنه که میگه که آلوده نساختن زیرا که باکره هستن و آنان که بره را هر کجا که میرفت متابعت میکردن و از, میان مردم خریده شده اند تا نوبر برای خدا و بره باشند و در دهان ایشان دروغی یافت نشد زیرا بی عیب هستند در زبان ایشان هیچ چیز زشتی بدی پیدا نشد دروغی پیدا نشد پس زمانی که منطقی میگم زمانی که پس خودم نگاه میکنم میبینم چقدر مثلا غیبت میکنم چقدر بدگویی میکنم چقدر نمیدونم پشت افراد حرف میزنم قضاوت میکنم داوری میکنم و و و, و چیزهای دیگه پس مطمئن باش تو جز این گروه نیستی درسته یا نه؟ آخ خدا فیضش واقعا عظیم ما در فیض زندگی میکنیم باشه؟ یعنی تو امکانی داشتی بری اونجا جز این افراد باشی فقط نخواستی فیض یعنی استفاده کن که بری تو آسمون جلوی تخت خدا اونجا پرستش کنی فیض یعنی به تو این این شاخر نخ رو به تو میدم که تو بری اونجا و پیروزمن در هر مشکلات بیرون بیاری به این خاطر که کار شیطانیه که اونقدر کلام خود رو کج کرده فقط ما از شریعت آزاد شدم فیض خدا حیات جاودانی منتظر منه الان هر کاری میخوام انجام بدم به این خاطر آلمانی میگن دو وست داین این نمیشه ترجمه کرد تو موجزه آبی رو خواهی دید ترجمه اینطوریه منظور اینه که تو شوکه خواهی شد زمانی که رو میشی به این به این حقیقت یا و دروغ شیطان هم هم اینه که برحال زمانی که خدا یعنی زمانی که کلام خدا میگه که تیگه خدا رو شکت و آزاد شده همه چی هست تو الان یک روز جلوی عیسی مسیح تخت عیسی مسیح اینجا خواهی ایستاد و زمانی که احساس میکنی آها من خواهم ایستاد چی میکنی دیگه جد و جد نمیکنی خود رو به دل دنبالش باشی چون فکر میکنی حد داری دیگه نه یا نه درسته یا نه نه یا نه زمانی که میگم زمانی که من باور میکنم که یک روز جلوی خداوند اونجا خواهم ایستاد فقط این غلبه رو نخونم و همینطورم این زبان رو نخونم و کارهای انجام بدم که با خودخواهی و کنترل زندگی من در دست خودم باشه بعد از این یا بعد از این افراد پیش خودمان رو بوده میشن اونجاست که لاوس فوندالی اونجا شوکه میشه که چرا من نه متوجه هستی این موعظه هایی که می کنیم که شما رو بیدار کنیم بیدار نگه داریم آمین این فیض خداست الان یه قسمت دیگه هم بریم نگاه کنیم الان باید تعلیم های دادیم توی کلیسامون که در ما در آسمون اول زندگی می کنیم و بعد از این آسمون دوم هست که شیطان اینجا حکومت می کنه با تمام این فرشته های خودش سلسله مراتب تمام این چی میگن ارتش خودش رو داره و همینطور هم آسمون سومه که اونجا خدا زندگی میکنه و ملکوت خداست و در آسمون دومه که شیطان جه حکومت می کنه و از اونجاست که کنترل میکنه این دنیا رو حالا میخوایم نگاه کنیم که غلبه یافتن ما پیروزمند شدن ما در این دنیا چقدر تاثیر میذاره رو آسمون شما هستین اینجا؟ یا دنبال تعمید رو قدس هستین؟ یا الان ما تو آسمون هستیم یا؟ سو پس شیطانه که از آسمون دوم اونجا حکومت میکنه الان شیطان در دنیا نیست شیطان اونجاست تمام دیوها نیروهای تاریکی شریران فرشته های که در این دنیا کار خودشون انجام انجام میدن بعد از این اینجا میبینیم که نگاه میکنیم به این غلب یافتگان اونایی که غلبه یافتن جلوی تخت خداوند ایستادن الان این افرادی که این الان میبینیم صحبت میکنم اینا الان در آسمون دوم هستن گوش میکنین الان آسمون دومه اونجا شیطان بود الان میبینیم که چه اتفاقی افتاده که الان یه چیزی منتقل شده این بر این 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 پیروزمندان نه, پیروز نه. میخوام این کلام اونایی که غلبه یافتگان این غلبه یافتگان گوش میکنید چطور منتقل شدن به آسمون آسمون دوم دوم و چطور شیطان از اونجا افتاد روی زمین به وسیله قلب یافتگان اینجا میبینیم در مکاشفه باب دوازده آیه یازده و تاوازده میگه که دوباره توضیح میده کی رو قلب یافتگان رو الان باید این ذرهبین رو وردارین نه برادر خواهر رو محکوم کنیم بلکه ذرهبین رو وردارین به خودت نگاه کنین آیا من جز این افراد هستم یا نه و اینجا میگه که و ایشان به, و، به وساطت. وساطت خون بره و کلام شهادت خوب خود خوب خود خود, خود؟, خود. <applause> بر او غالب آمدند ایشان یعنی این افراد این تعدادی که اونجا هستند در آسمون قرار گرفتند ایشان به وساطت خون بره و کلام شهادت خود بر شیطان غلبه یا بر شیطان یا به تمام چیزهایی که در این دنیا هستن غلبه آمدند و جان خود را عزیز نشمردند پس شخصیت رو نگاه میکنیم شخصیت این افرادی تعدادی که اونجا جلوی خداوند هستن خونه بره شستن خودش رو شهادت خودشون زندگی خودش یک نمونه ای بود و همینطور هم غلبه یافتن روی همه مشکلایی که هستن همه حمله همه وسوسه و هر چیزی که در این دنیا هست و اینجا جان خودش رو عزیز نداشتن یعنی کنترل زندگی خودش زیر دست کی بود ایسا خودشون کنترل نمی کردن بلکه مسیح کنترل میکرد به این که جان خودش رو گفتن که نه دوست نداریم من متنفر خودم هستم یا خواست خودشون فکر خودشون حق خودشون گذاشتن که نمیگن عیسی حق منه عیسی ادالت منه عیسی همه چیز منه اراده او انجام بشه آیه قبلی چی گفتیم که او این افراد عیسی رو پیروی می کردن هر جایی که او میرفت درسته و این افراد الان میبینیم که چه شخصیتی دارن بعد از اینجا میگه که از این جهت ای آسمون ها و ساکنان آنها شادمان باشید چون یه اتفاق افتاد در آسمون شادمان باشید هر کسانی که در آسمون هستن الان تمام پیران هستن تمام خلقت خدا هستن اینجا و بعد این میگه وای بر زمین و دریا زیرا که ابلیس به نزد شما فروج شده است با خشم عظیم زیرا که میداند فرصت چند، چندانی ندارد شیطانی که در آسمون دوم جا حکومت کرد شاید این آیه دیگه هم بخونیم همون دوازده آیه ن نسیلی میتونی اینو بخونی؟ و در, در آسمون <applause> یا میتونی از آیه هفت بخون بباشه یه جنگی بود در آسمون و در آسمان جنگ شد میکایل و فرشتگانش با اجده ها جنگ کردند و اجده ها و فرشتگانش جنگ کردند ولی قلبه نیافتند بلکه جای ایشان دیگر در آسمان یافت نشد و اجده های بزرگ انداخته شد یعنی آن مار قدیمی که به ابلیس و شیطان مسما است که تمام روب مسکون را می فریبد او بر زمین انداخته شد و فرشتگانش با وی انداخته شدند و آوازی بلند در آسمان شنیدم که میگوید اکنون نجات قوت سلطنت خدای ما و قدرت مسیح او ظاهر شد زیرا که آن مدعی برادران ما که شبانه روز در حضور خدای ما برایشان دعوی می کرد به زیر افکنده شد و ایشان به وساطت خون بره و کلام شهادت او خود بر او غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند. آمین پس اینجا می بینیم که زمانی که ما اینجا غلبه میابیم زمانی که ما اینجا درست زندگی میکنیم و واقعا همینطور نبوتی نگاه میکنیم و میکنیم شفاعت میکنیم و نباوتی شفاعت میکنیم در آسمون اتفاقاتی میفته و اینجا میگه که میکایل اینجا چی کرده در آسمون جنگی شد میکایل و فرشتگانش با اجده ها جنگ میکردن و جالبش اینه که و اجده و فرشتگانش جنگ میکردن ولی غلبه نیافتند چرا؟ چون کلیسا اینجا غلبه یافته هست آمین به خاطر زندگی ما می ما می با خاطر اینکه روی همه فشارهایی که میاد ما میتونیم غلبه بیابیم در آسمون شیطان رو میندازیم پایین اون غلبه نیافته چون ما اینجا غلبه یافتیم خدا اینجا ثبت نمی کنه میگه ما کلیسا الان همینطور که الان در این حالی هست الان اینجا شیطان رو بندازم پایین نه به وسیله ماست این دنیا انسان از دست داده و انسان باید دوباره به, به،, به دست بیاره قدرت رو داریم که بتونیم همه کار رو انجام بدیم آمین, آمین. آمین. او غلبه یعنی نیفته نا... هست و میگه که وای بر دنیا وای بر ز... وای بر ز... آه... زمین و دریا زیرا که ابلیس به نزد شما فرود شده است و با خشم عظیم زیرا که میداند فرصتی چینه از اون موقع هست که دیگه این شاید بعضی کاتبان میگن که هفت سال شروع میشه بعضی هستن که سه سال آینده شروع میشه اینا نمیخوام برم تو چون خودم هنوز چیز نکرد برای من باز نشده فقط میخوام بگم از اون موقع که میاد اونجا دیگه الان اتفاقاتی وحشتناکی در این دنیا اتفاق خواهد افتاد و اونجا ایماندارایی که هستن که درست زندگی نکردن اونجا دیگه قرار میگیرن اونجا میگه که در این زمان مسیحی های زیادی کشته خواهند شد با, با مرگ خودشون ها دیگه اون موقع تقریبا این خدای نجازه رو میده که بیان دوباره به حضور خداوند و اونجا جلوی تخت فیض او الان نمیخوام برم توی این چیزای مکاشفه که چه اتفاقاتی خواهد افتاد مهم برای من این بود که عزیزان که متوجه بشیم که زمانی که این کلام رو که میشنوی این نوبر از نوبر از این افرادی که جلوی تخت خداوند ایستادن متوجه بشیم که آیا چطور من باید زندگی کنم چطور باید زندگی منو عوض کنم که جز این گروه باشم لباس سفید وفادار ات در اطاعت این تمام چیزهایی که صحبت میکرد در مورد در مورد شخصیت و ماهیت این چیز صحبت میکرد این کلیسا صحبت میکرد یعنی این نوبرها صحبت میکرد خصوصیت های روحانی و مقدس صحبت میکرد در مورد خدمت و اینطوری چیزهایی صحبت نمیکنه بلکه چطور ما اینجا با خون بره قلبمون شستیم چطور دائما لباس های خودمون سگه نگه نداشتیم چقدر ما مواظب زبان های خودمون شدیم با این زبان من دیروزم موعظه کردم در کلیسای برمن اگر دوست داریم میتونیم بریم اونجا مخصوصا در مورد زبان صحبت کردم که چقدر زبان ما رو از این فیس از این خاندگی ما رو میتونه بندازه و مخصوصا در این زمانی که ما اینجا هستیم چقدر ما باید مواظب باشیم دروغ از زبان ما به وجود نیاد و همینطورم هم بدگویی کردن و همینطورم هم غذاوت و حکم رو داوری کردن اینطوری جدایی به وجود میاریم مطمئن باشه که اینطوری زندگی میکنین پس تا امروز اینجا زندگی کردین اوکی خدا صبر داره خدا رحم رحمتش عظیمه ساب کرده فقط الان با این پیامایی که در این کلیسا میشنوین باید زندگی خودتون درست کنین اگر نه شنیدین و یک روز باید جواب بدین یه ترس خدا باید زندگی ما قرار بگیره ترسی نه وحشت از خدا ترس یعنی خدا به تو رحم میکنه دوباره زندگی خودت رو درست کنی در حضور خداوند فکر تو دید و عوض کنی رابطه خودت رو با برق بقیه هم درست کنی کسی هنوز نبخشیدی ببخش قدم رو ورداشت سل به وجود بیار اگه بدونی که فردا عیسی بیا میاد مطمئن هستم دیگه به کسی هم که نمیتونستی ببخشی میری اونجا روی زانو میافتی میگه من تو رو میبخشم چون میدونستی. میدونی که فردا که بیاد دیگه شوخی نیست دیگه و با این حال باید اینطوری زندگی کنیم بی خودی نیست که عیسی مسیح میگه که من مثل یه دوز میام الان شاید هم ده سال بعد عیسی مسیح حضورم بیاد یا روبوده میشیم بشیم فقط دو نمیدونی فردا چه اتفاقی تو زندگی تو میفته خیلی هستن که برام به وسیله کرونا همینطور هم مردن پس ما باید طبق کلام خدا میگه که مغلوب مغلوب بدی مشوید بلکه بدی را به نیکویی مغلوب سازید یعنی اینجا اینجا هم حتی در مورد چیز صحبت میکنه که چطور میبینیم هر اتفاقی که تو زندگیمون میفته هر بدی که تو زندگیمون میفته یا هر فشارهایی که میاد اینجا بتونیم روی این چیزها نه تلافی کنیم بلکه حتی بدی رو با خوبی جواب بدیم این خدا به ما حکمت میبخشه چطور توی جلسه ها تو جلسه تعلیمی هست و با خادمین خودتونم اونجا میتونین اینجا صحبت کنین و همینطورم مطالعه کنین و این آیه که در در مکاشفه باب 15 آیه دوست که اینجا الان توضیح میده برای افرادی که الان توی دجال آمده روی ضد مسیح آمده و همینطورم این که میدونین که این چیپ رو خواهد آورد 666 رو خواهد آورد که هیچ کسی نمیتونه خرید کنه هیچ چیزی نمیتونه بفروشه و اینجا همه چیزی رو کنترل میاد الان هم در حال حاضر در این فکر هستن چطور میتونن دنیا رو کنترل کنند که این ویروس در مورد ویروس صحبت میکنه مثلا این ویروس دیگه زیر کنترل باشه فقط اصلش ویروس نیست اصلش اینه که تو رو کنترل کنه اصلش اینه که این ایماندارها که از دید شیطان نجس هستن ویروس‌های این دنیا هستن از بین ببره گوش میکنی از دید دنیا از دید شیطان ما ویروس هستیم پس کار شیطان اینه یه قانونهایی بیاره که ویروس هایی که ما هستیم از بین ببره و حتی کلام خدا در مکاشفه میگه خیلی هستن که خوشحال خواهند شد که مسیحا کشته میشن چون مسیحایی هستن که این دنیا رو خراب میکنن همینطور که هیتلر با یهودیا کرد همین کاری هست که شیطان هم سعی میکنه آخر با مسیحا این کار را انجام بده و زمانی که افرادی که اونجا خواهند بود و اونجا کشته خواهند شد و در متا در مکاشفه بابای پونزه آیه دو اینجا در مورد این تعداد صحبت میکنه که غلبه یافتن الان میتونی بخونی؟ باب پونزه آیه دو و دیدم مثال و دیدم مثال دریای از شیشه مخلوط به آتش و کسانی را که بر وحش و صورت او و عدد اسم او قلبه میابند و دریای شیشه ایستاده و بربت خدا را به دست گرفته سرود موسا بنده خدا و سرود بره را میخوانند و میگویند عظیم و عجیب است اعمال توی خداوند خدای قادر مطلق عدل و حق راست راه های تو ای پات شاه امتا کیست که از تو نترسد خداوندا و کیست که نام تو را تمجید ننماید زیرا که تو تنها قدوس هستی و جمعی امتا آمده در حضور تو پرستش خواهند کرد زیرا که احکام تو ظاهر گردیده است آمین آمین سو اینا الان در مورد این تعدادی صحبت میکنه که توی این جفا توی این سه سال نیم آینده زمانی که ضد مسیح خواهد آمد با این 666 و همینطور این صورت او و عده اسم او و اون افرادی که اونجا غلب خواهند یافت اینجا میگه که و کسانی که بر وحش و صورت او و عدد اسم او غلبه میابند و کلام خدا میگه خیلی هستن که در اون موقع شهید خواهند شد و ب... چیه؟ اذیت میکنه اینا؟ یا یا روی, روی اینم باید غلبه بیا بیابی گود پس اینم در این قسمت هم نشون میده که چطور ما اونجا خواهیم ایستاد و یعنی ما نا. امیدوار هستم ما ای تو این گروه نباشیم امیدوار هستم تا اون موقع واقعا کلیسا و شما همه با هم جزء نوبر باشیم که به حضور خداوند میرسیم اینجا پس زمانی که این موعظه رو میکنم پس چه ربطی داره به پنتیکاست امروز فکر میکنم همه آمدین اینجا روح القدس بیاد ما رو آتش بذاره و این کار رو بکنه این چیز رو انجام بده سال به سال ما دعا کردیم سال به سال هم جمع شدیم و الان اونقدر اتفاقاتی هم نیفتاده خدا کم و پیش کارهای خودش رو انجام میده الان احتیاج نیست که یک سال صبر کنیم که بیایم پنتیکاست که آخر میگیم الان خدا من میاد نه خدا میتونه فردا هم بیاد روح القدس میاد امشب هم میتونه بیاد به زمان بسته, بسته نیست یا بسته فقط باید اینجا قلب ما هست که باید باز کنیم و آماده کنیم برای آمدن چرا خدا تو این قلب من گذاشتینو رو صحبت کنم چن؟ چون باور میکنم خودم باور میکنم که خدا همینطور وعدی داده ما گفتیم که کلیسای نبوتی خدا وعده داده و دو تا وعده هایی هست یعنی یه دونه وعده فلحقی هست که در یوئل نوشته شده گفته که من در زمان آخر باران اول و باران آخر رو خواهم ریخت گوش میکنی در یو ال باب دو باران اول و باران آخر باران اول همون پنتیکاسی بود که دو هزار سال پیش اتفاق افتاد و باران دوم و زمانی که نگاه میکنم میگم که باران اول روی 120 نفر قرار گرفت 120 نفر و این دنیا اینطوری دیگرگون شد الان باران آخر تمام کلیسا تمام دنیا و کلیساهایی که اونجا هستن الان نمیخوام بگم همه ایمانداران فقط الان تصور کنین 120 نفر اونجا بودن رول قدوس آمد آتش آمد الان در زمان آخرین باران آخر روی نه فقط روی کلیسای آلفا اومگا روی کلیسا چی به تمام ایماندارها خواهند آمد چه کاچه یه حرکتی خواهد شد در کلیسا به این خاطر من بیشتر سعی کردم این موعظه رو بکنم که قلب خودمون رو برای باران آخر آماده کنیم خدا الان در حال حاضر این بود که توی این زنان قرنطینه ما, ما رو پیش خودش دعوت کنه و ملاقات هایی داشته باشیم خودمون رو تفتیش کنیم خودمون رو آماده کنیم یا الان بیرون که میاییم همینطور ادامه بدیم با این موعظه هایی که الان میشنویم و تعلیم میشنویم خودمون رو آماده کنیم برای این باران آخر که روی دنیا خواهد آمد و اینجا خدا یک کار عظیمی اونجا خواهد کرد چه کاری خواهد کرد من مثلا فکرشو نمیکنم چطور فقط من میدونم کار آخر جلال آخر خیلی عظیمتر خواهد بود و اینجاست که شیطان س... یه جوری عصبانی خواهد شد و و اونجا هم هست که محصول زیادی خواهیم آورد یعنی افراد زیادی تعداد زیادی ایمان خواهند آورد به این خاطر من یعنی تو قلب من خدا گذاشته که نه برای امروز دعا کنیم که الان روح القدس بیاد من رو پر, پر کنه بلکه بیشتر الان نگاه کنیم اول این موعظه نگاه کنیم من جز این افرادی هستم که در آسمون جلوی خداوند توی تخت خداوند هستم یا نه اول اینو نگاه کنیم بعد از این خودمون رو تفتیش کنیم آماده کنیم برای این باران آخر که خداوند خواهد ریخت روی کلیسای خودش یه بیداری خواهد آمد من میخوام الان شبان باشم شبان نیستم من میخوام جز اون باشم یا من میخوام همین اراده نقشه هایی که خداوند برای این دنیا داره اونجا منم هم همکار همکار یا چی میگن قسمتی داشته باشم و همینطورم نه فقط من بلکه شما فقط و فقط به وسیله این که بتونیم روی هر چیزایی که هست غلبه یابیم و الان اگر واقعا میخوای تو جز جز این افرادی باشی که واقعا غلبه یافتن پس همون قسمت هایی که ما خوندیم و پیشنهاد کردم واقعا به خودمون نگاه کنیم خودمون رو آماده کنیم و مخصوصا هم بیشتر و بیشتر دعا کنیم که خدا من عیسی مسیح روح القدس بیا کنترل زندگی منو به دستت بگیر من میخوام تو منو کنترل کنی یا روح القدس ما رو کنترل کنه یعنی کنترل کردن یعنی واقعا خودت رو بسپاری با اعتماد با ایمان خداوند الان واقعا در این زمانهای آخر دیگه واقعا میخوام تا امروز بازی کردم تا امروز سو استفاده کردم تا امروز هنوز م... یا از سو, سو استفاده کردم فقط 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 میخواستم میخواستم توقع داشتم از امروز به بعد خداوند میخوام به من یاد بدی این یک چیز یک, یک دعایی نیست یه یعنی چیزی هست که هر روز روی خودشون باید, باید کار کنی خودتون آماده کنین و بیشتر و بیشتر بتونی بتونه رول قدس تو رو کنترل کنه جالبش اینه که زمانی که عیسی سامن، مسیح که رول تو رو کنترل میکنه یک آزادی در زندگی تو به وجود آمد یک شادی در زندگی تو به وجود خواهد آمد یا چون واقعا دیگه میدونی که این خداست که در این جریان جر... تو رو همینطور هدایت میکنه یا برادر ادوارد میگفت در مورد چیز هم تو زمانی که که مست میشه مس با شراب میشه قبل از این کنترل داشت بعد از این این شراب دیگه کنترلش رو ور میداره این شراب این شخص رو کنترل میکنه نه خودش این بر مورد روح القدسن صحبت میکنه میگه که از الان شما از شراب که شراب تو رو کنترل کنه روح القدس شروع کنه تو رو کنترل کردن و هدایت کردن آخرین این دو تا آیه رو دوباره میخونم که در مکاشفه هست میگه که آن که غالب آید این را به وی خواهم داد که بر تخت من با من بنشیند بنشیند چنان که من غالب یافتم و با پدر خود بر تخت او نشستم هر که غالب آید همینطور روی تخت من با من خواهد نشست همینطور که من غالب آیدم با پدرم روی تخت نشستم هر که غالب آید وارث همه چیز خواهد شد و او را خدا خواهم بود و او مرا پسر خواهد خواهد بود لیکن ترسندگان و بی ایمانان و خبیسان و قاتلان و زانیان و جادوگران و پرستان و جمعی دروگویان نصیب ایشان در دریاچه افروخته شده به آتش و کبرید خواهد بود این است موت ثابت آمین. آمین هر که پس خاله باید از الان وقت بذاریم دعا بکنیم و الان چند تا سرودهایی هم که آماده کردم که تو این سرودها نه فقط نمیخوام فقط بگیم که روح بیا این کارو بکنه بلکه واقعا خودمون رو تفتیش کنیم بگیم خود من نمیدونم چقدر کلام رو شنیدین شاید باید دوباره گوش کنین دوباره شاید چیزای برایش مو باز بشه من بعضی وقت که موعظه هایی که میشتم میبینم که واقعا پیامی هست بعضی وقت دو سه بار من گوش میکنم که واقعا همه چی رو دریابم و سعی کنین <applause> همینطور در این دعایی که هستی قلب تو باز کن حداقل میتونی بگی خداوند من, من میخوام از امروز به بعد زندگی من جدی بگیرم من میخوام به من قدرت رو بدی توانایی رو بدی از این به بعد چشم قلب من روشن کن باز کن که واقعا بتونم از امروز به بعد درست زندگی کنم من میخوام طوری زندگی کنم که یک روز بین اون افرادی که بالا هستن جلوی تخت تو منم اینجا جزش میخوام باشم آمین